شتاب به سوی دریافت لقمه نان. پاک، ناپاک، تازه یا فاسد فرق نمی کنند تا وقتی که نیاز شما را پیدا. گلال 12 ساله حتی برای یک وقت نان با سگهای ولگر نیز جنگیده است. پیال خورل که منډ خلک تر کې هر چی کوي او رزلار مخ په باندې خورل مکه لته لارم ګولې را کړلې نور امغه سوس پور امغه سدا خپه مې اما سه درد کوي. شریفه مادر گلال که با اطفالش به دلیل ناامنی از کاپیسا به کمپ تگاب کاپیسا در کابل پناه آورده، خود و خانواده اش را شریک دسترخوان سگهای روی جاده می خواند. ولا ورو رات بعد اني درې داني دغه مون کلی کې وو خړم دی ډوډۍ په سر باندې ماشومان په چای په خيو خړې چای لاسو کړ تلاس ډوډۍ ته وړاندې کې کنه سپې پیور منډه کې نو دا کار ده ماشومان مکتب کې اچول لیکل ای کلا نه ای غریبانه چې سیم تکړنګيږي مونږ بچي ورکو. کمپ مهاجرین تگاب کاپیسا یکی از نزدیک به 60 کمپ مهاجرین در کابل است که در آن به گفته نماینده این کمپ 253 خانواده زندگی می کنند. وکیل این بیجا شدگان می گوید آنان بر علاوه نبود غذا و کمبود آب آشامیدنی با ده ها مشکل دیگر نیز در این کمپ مبارزه می کنند. حالا زمانگا دیر خراب دیر رس پورس پا خرابی دو دیر پدیه چه مریض تا پیسی نلرو وړو تا وړو تا بلشتا بلشتا د چو به سوخ براتلل بس د دولت د خوانه بس د ماسوسو د خوانه اغه هم د درې څلور کال نه جری اغلی نو منګه خلق ضرورت قوی ضرورت سرپنات لرو دوم مکتب ته ډیر ضرورت لرو دریم کلینیک کې یو اساس کلینیک مونږ ته جوړ شي چې امبولانس یو شی ولري. یار محمد 12 ساله مثال دیگری از 13.5 میلیون افغان است که به گفته سازمان ملل متحد در یک شبانه روز یک وقت غذا می خورد. پدرش معتاد است و او به جای مکتب همه روزش را صرف پیدا کردن یک وقت نان می کند. وقتی لارس دیرانو که در دوده را جمع کن او در کبار را جمع کن دوده دل تو خوری سبایی او نور لارس کبار خرس که پیسی رو من کار وکړه کور ته کته را وړي که مکتب وي پلار دې ولې کار نه کوي پلار مې پوډري ده که نه وتی ده ځي سبایي وختي پاڅومه د منځونو نه مخکې او دی ځي کباړ مباړ را غونډۍ ده خلک چې ډوډۍ موډۍ وخوري او دا بیا دی نه پاتې سي دا دی ما بچي را وړي چې راوړي دا بیا دلته زه دی ته کور کې ورکومه که نه یم دغسې ناستې ځاړي را ته ډوډۍ او چای رانه غواړي د یو میاشت کېږي چې بیخي غواړي او دا یو شی نه یي. مریم در نو بهار زندگیش هرگز لباس جدید نپوشیده است. آقای بیخی جور کری راتن دی دا چه ترسو راتش کی گیزه چه کل اگر زمان کما کورانی چه زمانش کی دل کالی وینی بی آقا ما تا کالی را کن ترسو آقاش کی گی. وزارت کار و امور اجتماعی در این حال می گوید آنان طرح را روی دست گرفتن که با تطبیق آن فقر در کشور تا حد کاهش خواهد یافت. دې کورنۍ لپاره هغه مهمه او دا پروګرام یو هم ده چې د دوی هغه د کورنۍ مشرانو ته مونږ په نوې حرفوي زده کړې ورکوو. بل اړخ ته مونږ یو بل پروګرام هم لرو چې څو لویو ښارونو نه پیل شوی ده. مونږ طرحې رسولوو هغه خلک هغه وګړي چې ښې طرحې ځان سره لري هغوی مالي پشتیبانه نه لري او مونږ کوی چې انشاءالله هغوی له غاښ نه په پښو ودرو هغوی سره مالي او تخنیکي مرسته وکړو چې دوی طرحې مونږ ته د منلو وړ وي او ښې طرحې وي. با وجود میلیاردها دلار کمک افغانستان هنوز هم کشور است که بر اساس آمار ریاست احصایی مرکزی بیشتر از 50% نفوذ آن زیر خط فقر زندگی می کنند. در چنین وضعیت شماری اطفالی که در همچو حالت زندگی می کنند نیز کم نیست.